هزاران دانشجو و دانش آموز در شهر کوالالامپور در رابطه با یک پرونده اختلاس مالی گسترده به خیابان‌های پایتخت مالزی آمدند. مقام‌های قضایی آمریکا که این پرونده را بررسی کردند، یکی از مقام‌های بلندپایه دولتی را به دریافت غیرقانونی 700 میلیون دلار متهم کردند. گفته می‌شود که فرد مورد نظر نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی است. یکی از معترضان می‌گوید: ما خواهان تحقیقات رسمی در این مورد هستیم. ما می‌خواهیم فردی که در این اختلاس مشارکت دارد، کناره‌گیری کند و محاکمه و زندانی شود تا اینکه عدالت حکم فرما شود. یکی دیگر از تظاهر کنندگان میگوید: به نظر من هیچ چیز عوض نشده است. اگر شما به دنبال تغییرات یک شبه هستید، چنین اتفاقی رخ نمیدهد. اما اینکه میبینیم افرادی به اینجا آمدند، خودش نشانه تغییر است. نجیب رزاق حدود 7 ماه قبل هم به دریافت غیرقانونی حدود 700 میلیون دلار از عربستان سعودی متهم شد که نظام قضایی مالزی این اقدام او را غیرقانونی تشخیص نداد و او را تبرئه کرد.